از آنجایی که کمبود آب یک معضل جدی است، از این رو شاروالی کابل در یکی دو سال اخیر بیشتر تاکید داره بالای حفر این گونه چاها به خاطر ذخیره سازی آب باران و برف. با خوشرویی استقبالم می کند مردی که پیشنهادات شاروالی کابل را پشت گوش نکرده و در داخل حویلیش یک چاه جذبی برای ذخیره سازی آب برف و باران حفر کرده است. از طرف شاروالی کابل نایه 20 بر ما گفته شده که به در گلچاه بکنین به خاطر که او کم نشود. مثل محمد طالب بیشتر باشنده های این محل در داخل حویلی خود چاه جذب آب باران و برف حفر کردند. آنهایی که در داخل حویلیشان امکانات حفر این گونه چاه ها را ندارند، برف بام و داخل حویلی خود را در این چاه بزرگ جذبی که تازه حفر شده است در این منطقه انتقال می دهند. رئیس صاحب دینایی مونږ ته ویلي دي چې تاسې باید څاګانې وباسئ او دکې دغه کومې واورې د لارې او د کوڅو بل ځای مه غورځوئ، را یې وړئ په دې ځای کې ور واچوئ چې ذخیره جوړه شي. رئیس ناحیه 20 شهر کابل میگوید تقریبا برای تمام اهالی این ناحیه گفته شده است که دست به حفر چاهای جذبی بزنند. کابل شاروالۍ د مقام د هدایت په اساس باندې د چر اسیاب ټولو خطیب صاحبانو ته، وکیل صاحبانو ته او متنپیزینو ته، سپینګیرو ته، ټولو ته دغه توصیه هم کړې ده چې تاسې د خپلو کورونو په منځ په حویلۍ منځ کې جذبي څاګانې وباسئ. در یکی دو سال اخیر مسئولان در سطح رهبری شاروالۍ کابل به هدف جلوگیری از کاهش آبهای زیرزمینی بیشتر تاکید بالای حفر چاهای جذبی داشتند. مسئله ای که می شود گفت تا اندازه در عمل پیاده شده و در نقاط مختلف این شهر شهروندان هم در داخل حویلیشان و هم در بیرون خانه هایشان چاهای جذبی حفر کردند. حفر چاهای جذبی گفته می شود در جلوگیری از کاهش آبهای زیرزمینی بی تأثیر نیست، بنان در این زمینه شاروالۍ کابل توجه بیشتر شهروندان کابل را خواهان است.